همکارم ساناز آریا از استودیوی دیگر ما با ماست. ساناز، از تازه ترین خبرهای مربوط به درگیری اوکراین و روسیه برامون بگو. آخرین تصاویری که از ماهواره مکسار دریافت شده نشون میده که نیروهای روسی به نزدیکی کیف رسیدن، یعنی در واقع الان در حومه کیف قرار دارن، و در این تصاویر نشون داده شده که صف سربازان روسی حدود 64 کیلومتر. از اون طرف هم مقامات غربی گفتن که روسیه تقریبا نیمی از نیروهای خودش رو که در مرزهای اوکراین مستقر کرده الان به داخل اوکراین فرستاده، و این هشدار سیاستگزاران آمریکایی در واقع امروز این هشدار دادن که روسیه میتونه با ارسال نیم دیگر از سربازان خودش خیلی راحت در مقابل نیروهای اوکراین که دارن از کشورشون دفاع میکنن غلبه بکنه. از طرف دیگه هم وزیر دفاع اوکراین در خطاب سربازان روسی گفته که داوطلبانه اسلحه خودتون رو زمین بگذارین، در اون صورت شماها عفو کامل خواهید شد و بهتون غرامت حتی داده میشه، یعنی در واقع بهشون یه پولی هم داده میشه. یه مسئله دیگه که خب الان خیلی نگران زیاد کرده، موج خیلی زیاد پناهجوان و در واقع پناهجوان اوکراینیه که کشور رو ترک کردن. حدود 5000 شهروند اوکراینی به طرف کشورهای همسایه رفتن. مرز لهستان گفته که حدود 370 نفر تا الان وارد لهستان شده. ساناز، از دیگر اقداماتی که آمریکا و متحدانش علیه روسیه و در حمایت از اوکراین انجام دادن چی میدونی؟ امروز یک جلسه محرمانه با حضور تمام اعضای مجلس نمایندگان آمریکا و مجلس سنا در واشنگتن برگزار شد. هنوز جزئیات زیادی از این جلسه محرمانه بیرون نیامده، ولی بعد از اون نت پرایس سخنگوی کاخ سفید در توییتی نوشتش که تا الان بانک مرکزی روسیه تحریم شده و بانک‌های کلیدی روسیه از دسترسیشون به شبکه سویفت قطع شده. علاوه بر اون گفته شده که آمریکا یک گروه یا یه تیم یا در واقع تشکیل داده که دارایی‌های اولیگارش‌ها و مقام‌های دولتی روسیه رو شناسایی کنه و اونا رو مسدود کنه. از طرف دیگه هم دو تا سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا، لینزی گراهام و تد کروز، هر دو گفتن که باید انرژی در واقع منابع انرژی روسیه رو تحریم کرد، و تد کروز اصرار داره که تحریم خط لوله گاز نورستریم 2 موقت نباشه و به طور دائمی تحریمش کنه.